بشین بشین خوش کردم بشین دست من بده یکی دست اون یکی دست بده آتو دورو اینجا که ما هستیم اسمش از کرشت یکی از دهست اینجا دهه یکی از دهاتای جاجوت حساب میشه این منطقه جاجوت 7 تا ده داره 8 تا ده داره که ما آخریشیم تقریبا که بعدش چی میشیم بومهن رودهن و اینا و هی ما داشتیم پسرفت میکردیم مثلا اینکه من استودیوهای خیلی خوبی داشتم همیشه ولی انقدر تهران داشت گرون میشد و انقدر هزینه داشت بالا میرفت مثلا من دیگه زورم به دستیارم هم دیگه نمیرسید مثلا میرسن هزینه اونا رو بدم هی گشتم اطراف مثلا اطراف تهران ببینم چه شکلی و اینا یه چند کارگاهی هم بود که من توش کار میکردم مثلا یه توی بازار آهن بود یکیش مثلا یه جای دیگه بود همشون جای بزرگی بودن ولی رفت آمد به کارگاهم خیلی دور بود هی از یه جای دیگه پا میشدم گفتم یه جای دیگه تو خونم همیشه من یه استودیو داشتم که کارم میکردم و اینا توی جاجود منطقه رستم آباد و سعید آباد اونجا هم خیلی از هنرمنده و سینماگران اونجا من تو منطقه خیلی واسم جذاب بود و خیلی جای قشنگی هم هست گفتم مثلا شاید بتونم اونجا یه جای چیز کنم هی شوخی بگرد اینور بگرد اونور اینا اینجا رو پیدا کردم که از موقعی که من یه سری هنرمندی تقریبا 15 تا هنرمند استبلیش دیگه هم اونجا الان که خیلی تو کرشت و دهات‌های مختلف مثلا سیاسنگ و جای دیگه هم که مرکز دیگه ایه تو این بخش اونا هم یه سری کارگاه خودشون دارن کار میکنن و خونه تقریبا که حساب کنیم یه یونیتی شده برای هنرمنده ها اینجا بلا بودی بیتو گرد چهار پنج سالم بود که شروع کردم خط خطی کردن و این بود که خیلی نظر مادر پدرم رو جلب کرد. به اون سالگی از طریق یکی از دوستای مادر من که کار فرستادم به بینال شانگهای و اونجا من نومینیت از این بست آرتیست هاشون شدم و از اون موقع داستان شروع شد که مثل اینکه این بچه کارهای بلده بکنه.